بار دیگر خطاب به وی رسید: آنچه که خدا پاک کرده است تو حرام مخوان. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستدارتون سارا را بپذیرید. پتروس یکی از شاگردان عیسی بود و عیسی او را کیفا یا پتروس، که هر دو به معنی صخره است، صدا می زد. او در کار تجارت ماهیگیری با یعقوب و یوحنا شریک بود. شواهد نشون میده که او در کار خود شخص موفقی به شمار می رفت. او شخصی پر انرژی و با حرارت و پر تحرک و بیباک بود. پتروس شخصیتی داشت که ذاتاً مدیر بود و طبیعت انسانی او به طور کامل مشهود بود و عموماً او سخنگوی 12 شاگرد بود. اسم جدیدی که عیسی او را نامگذاری کرد، پتروس، به معنی صخره، نشانگر شخصیت حقیقی او بود که عیسی از قبل اون رو تشخیص داده بود. او در متقاعد کردن دیگران قوی بود و شخصیتی پر جرأت و جسور و رک داشت، اگرچه یک بار آقای خودش رو انکار کرده بود و یک دفعه دیگر نیز در انطاکیه مرتکب ریاکاری شد. هنگامی که او رو مورد جفا قرار می دادن، روحیه‌ای کاملا بی‌پروا داشت. او کلیسای یهودیه رو بنیانگذاری کرد و در آن جنبش روحانی به وجود اومد که بزرگان یهود از اون تعجب زده و مبهوت شدند. پتروس شغل و کار خودش رو رها کرد و به دنبال عیسی رفت و عیسی از او خواست که رهبر ایماندارانش بشه. پتروس با شجاعت به همه جا می رفت و به نام عیسی معجزه می کرد. پس به تعداد ایمانداران اضافه می شد. پتروس به همه جا می رفت و به وضع ایمانداران رسیدگی می کرد. در یکی از این مسافرت ها نزد ایمانداران شهر لوده رفت. در اونجا مرد افریجی رو شفا داد و یک زن ایماندار دیگری رو به اسم عیسی زنده کرد. در شهر قیصریه یک مردی به نام کورنلیوس زندگی می کرد که فرمانده هنگی بود به نام ایتالیایی. او آدم بسیار خوب و پرهیزکار و با سخاوتی بود و به درگاه خدا دعا می کرد. یک روز فرشته خدا در رویا به او گفت: دعاها و نیکوکاری های تو از نظر خدا دور نمانده. یک چند نفری رو به شهر یافا به دنبال شمعون پتروس بفرست. کورنلیوس هم چند نفر به دنبال شمعون پتروس در شهر یافا فرستاد. روز بعد وقتی این افراد به شهر یافا نزدیک می شدن، پتروس به پشت بام رفت تا دعا کنه. در عالم رویا دید که آسمان باز شد و سفره‌ای بزرگ به طرف زمین اومد که از 4 گوشه آویزان بود و در اون سفره همه نوع حیوان، حشره و پرنده وحشی وجود داشت که خوردن اونا برای یهودیان حرام بود. صدایی به پتروس گفت: برخیز و هر کدام را که می‌خواهی ذبح کن و بخور. پتروس گفت: خداوندا، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. در تمام عمرم هرگز گوشت حرام نخوردم. صدا گفت: دستور خدا را رد نکن. اگر خدا هر چیزی را حلال می‌خواند، تو آن را حرام مخوان. این رویا 3 بار تکرار شد و بعد به آسمان بالا رفت. در همین وقت اون 3 نفری رو که کورنلیوس فرستاده بود به دم در رسیدن. پتروس درباره رویا فکر میکرد که روح القدس به او گفت: 3 نفر اومدن تا تو را ببینن، برخیز و همراه اونا برو. پتروس بعد از پذیرایی کردن اونا با اونها به قیصری رفت. کورنلیوس تا پتروس رو دید، در مقابل او به خاک افتاد. پتروس گفت: من مثل تو یک انسان هستم. پتروس گفت: طبق قوانین یهود من اجازه ندارم به خانه شخص غیر یهودی بروم، ولی خدا در رؤیا به من نشان داده که هرگز کسی را نباید نجس بدانم. کورنلیوس هم راجع به فرشته‌ای که در رویا دیده بود صحبت کرد و پتروس گفت: حالا میفهمم که فقط یهودیان محبوب خدا نیستند. و او راجع به نجات دهندش عیسی صحبت کرد. در همون موقع روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد و همه به زبانهای مختلف سخن میگفتند و خدا را تمجید میکردند. پس پتروس به نام عیسی مسیح آنها را غسل تعمید داد. خبر ایمان آوردن غیر یهودیان بلافاصله در همه جا پیچید.
و به گوش رسولان و سایر پیروان مسیح در یهودیه رسید. پس هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، ایمانداران یهودی نژاد با او درگیر شدند و می گفتند که چرا با غیر یهودیان نشست و برخاست کرده و از همه بدتر با آنان بر سر یک سفره غذا خورده. آنگاه پتروس موضوع را از اول به تفصیل برای اونا تعریف کرد و هنگامی که برای ایشان شروع به صحبت کردم، روح القدس بر ایشان نازل شد، درست همانطور که اول بر ما نازل شد. آنگاه به یاد سخنان خداوند افتادم که فرمود یحیی با آب غسل تعمید می داد، ولی شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و چون خدا به این غیر یهودیان همان هدیه را داد که به ما به خاطر ایمانمان عطا فرمود، پس من که هستم که اعتراض کنم؟ پدر آسمانی برای هر شخصی یک هدفی داره. واقعا ما انسانها چه کاره هستیم که بخواهیم بر ضد پدر آسمانیمون سخن بگیم؟ پدر آسمانی عیسی رو برای نجات فرزندانش فرستاد، او رو به خاطر گناهان ما مصلوب کرد و بعد به خاطر اینکه بعد از رفتنش به آسمان ما تنها نمانیم، روح القدس رو برای راهنمایی و کمک ایماندارانش فرستاد. و پولس رسول فرموده زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند ایشان پسران خدایند، از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روحهای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. روح القدس رو دست کم نگیرید، او روح خداست. رسولان عیسی به وسیله و کمک و دستورات روح القدس خدماتی را که عیسی به عهده اونا گذاشته بود میتونستن انجام بدن. پولس رسول نامه‌ای به کلیسای قرنتیان نوشته حال ای برادران، میخواهم در خصوص عطایایی که روح القدس به هر یک از شما میبخشد نکاتی بنویسم، زیرا میخواهم این موضوع را به دقت درک کنید و برداشت نادرست از آن نداشته باشید. یقیناً به یاد دارید که پیش از ایمان آوردن به خداوند در میان بت‌هایی که قادر به سخن گفتن نبودند سرگردان بودید و از یک بت به بت دیگری پناه می‌بردید، اما اکنون به کسانی برمی‌خورید که ادعا می‌کنند از جانب روح خدا برایتان پیغامی دارند. چگونه می‌توان دانست که آیا ایشان واقعاً از جانب خدا الهام یافتند با اینکه فریبکارند؟ راهش این است، کسی که تحت قدرت روح خدا سخن میگوید هرگز نمیتواند عیسی را لعنت کند. هیچ کس نیز نمیتواند با تمام وجود عیسی را خداوند بخواند جز اینکه روح القدس این حقیقت را بر او آشکار ساخته باشد. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی را در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما را به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898 تکرار می کنم 2031-638-9898 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. گنج های دنیا نیست شوند عزیزان مرا ترک گویند، ما
من در عیسی شادمانم، چون او را دارم، چون او را دارم. من از آن عیسی هستم، دیگر چیزی را نخواهم، دائم هم داشت سرایم که آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. لذات دنیا سراب است، سر تا سر راه ظلمت است، نور و حیاتم مسیح است، چون در او هستم، چون در او هستم. من از آن عیسی هستم، دیگر چیزی را نخواهم، دائم هم داشت را سرایم که عظیمی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. فیض بیکران عیسی، بخشید نجات به دنیا، آشکار کرده خدا را، تو بی همتایی، تو بی همتایی. من از آن عیسی هستم، دیگر چیزی را سرایم که عظیمی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی.